سلام، خیلی خوش اومدی به مدبس. من فرزاد هستم به همراه آناهیتا. میریم سراغ جدیدترین ترک از کچی بیت. با ما همراه باشین. خب خیلی خوش اومدین بچه ها. امروز میریم آنا بعد مدت های یه آهنگ جدید اومده از خشایار بیرون به نام گنگ. دیروز این ترک اومد بیرون. اتفاقا خیلی هم میگن مثلا 20 درصد، یعنی که چون قبلش هیچ پیش زمینه ای نبوده، یهو اومدش و اینو شیر کردش توی اینستاگرامش. آره، و یعنی گفتش که لینک اومده بیرون، اطلاع رسانی کردش و برش هم، یعنی بدون هیچ خبر قبلی بوده، اسپاتیفای دادش بیرون و تو پیج خودش. آره، فکر کنم که اصلا پرودوسر، یعنی یه آهنگ، یه ترک مستقل فکر کنم که، بله، به صورت مستقل خودش منتشر کرده. همین اول ویدیو هم بگم بچه ها، اگر که میخواین این آهنگ رو گوش کنید میتونید حالت اورجینالش رو از کانال یوتیوب کچی و اسپاتیفایش گوش بکنید. من لینکاشو میذارم توی دیسکریپشن که اگر خواستین از اونجا دسترسی راحت تر داشته باشین. قبل اینکه بریم به آهنگ برسیم، به اینکه ویدیو جدید من و آناهیتا رو در مدبس دست ندین، کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین، کامنت انگلیسی بذارین سابتون نریزه، و در کلی فضای مجازی هم با هشتگ مدبس من و آناهیتا رو میتونین فالو داشته باشید. خب ما بریم سراغ ترک ببینیم که چیه. این حالا کاوری هم که استفاده کرده تو خود در کانال یوتیوبش، خود کلچیه که یه فاز گنگ داره دیگه. خب به حال هوای آهنگ میخوره مثل گنگستر راستیدم که حالا بریم ببینیم محتوای آهنگ داستانش چیه. بریم همش میگم گنگ، ولی فقط اون اینی که با تفنگه، گنگ اونیه که نمیذاره لنگه، تو رفاقت تاجی نمیاره کم، اون اینی که لایه کیپای مسلش تکیلا به دست داره یه سیگار برگ، اونیه که رو هشت پا میشه دنبال کشه تا شب سجا میره، یکی سه دارو بگیره زندگی بدگاهیده ولی اون سر پاس و کج را میره، یا گنگ اونیه که رو پا خوش جای خونه مردم تش تو چادرش، حتی اونی که حلبی ها جورشه یه پالتو داره ولی اونم میخواد کادو بشه، گنگ اونیه که بگو چقدر مرام داری بگم چقدر گنگی، بگم چقدر گنگی. آقا اصلا خیلی باحاله. اولش که این عکس ترک آلبوم، یعنی عکس ترک دیدم، خیلی گنگی و نقاب و اسلحه و فکر کردم الان تو اون فازاست. بعد خودش دقیقا میاد با شروعش میگه که نه گنگ اون نیست که اسلحه دستش بشه و فلان و اینا، یعنی خیلی حال کردم. خیلی هم بیتش رو دوست دارم، همین که اصلا خیلی باحاله دیگه. گنگونیه که بگو چقدر مرام داری بگم چقدر گنگی، چه حرف قشنگی، امشب دارم سنگی. میگه گنگ بگو چقدر مرام داری بگم چقدر گنگی. دقیقا، اول که واقعا چقدر جمله قشنگی، بعد خودش بلا فاصله میاد تایید میکنه که چه حرف قشنگی، حرف خوشتنگ کن. آقا این مدل چیزو دوست دارم، کلا این مدل کچیه. تو یک دوتا کار دیگه شم هستش که خودش خوش تایید میکنه، فکر کنم توی دادادا بود، میگه که من هیچ کس نمی کنه میوت جز خودم، اینم تو اون فازا بود. که بگو چقدر مرام داری بگم چقدر گنگی، چه حرف قشنگی، امشب دارم سنگی، تنگ شده واسه همه رفیقام، گنگی گنگونینی که همه رو میزنه، گنگونیه که مرض رو میبره، گنگونیه که یه وجبم باشه قدی سرت معلوم میبنده، حالا پیاده یا روی یاد یا بتونی بکنی روش حساب، یاد رفیقم افتادم که دیشب دیدمش توی خواب روز شد. چقدر یه جوری شدم آقا، این روح شاده که گفت اصلا، آقا روح شاد، روح رفیقش واقعا شد، روح همه رفیقای با مرام شد. یاد رفیقم افتادم که دیشب دیدمش توی خواب روز شد. سلامتی گنگ بای بابایی، گنگ توی واسدادی پا با برات حتی اگه خاری، گنگ توی آجی گنگ، یعنی بابایی، یعنی بابایی.
گنگ تویی که وایسادی پای باورات، حتی اگه خایه ای خیلی خوبه، یعنی که حتی اگر با وجود ترسیدنت دمت گرم وایسادی پای باورات. گنگ تویی، آفرین. دوست دارم بابا، خیلی کورس کار دوست دارم. گنگ تویی آجی، گنگ یعنی وایی، یعنی وایی سلامتی گنگ های وایی، گنگ تویی وایسادی پای باورات حتی اگه خایه ای. گنگ تویی آجی، گنگ یعنی وایی، یعنی وایی گنگ اونیه که عروسی نگرف ولی مدرسه ساخت گل کشید بیرون از دل کاه رفیقم و فکت مثال نی گنگشم پره اگه شب بره پارتیه. گنگ اونیه که کار کرد خرج آبجیش و داد پاشه بره پای دست شب و تخ خوابه بای فرش زیر پای رفیقشم خالی نمی کنه واسه کش. گنگ اونیه که چقدر نشه وقتی دست داد باد دیگه حرفش عوض نشه بهت فن نزنه با این که دستتم بلد خالیه ولی اون حسابه رو بحثشم نکرده باد تا الان کیو داری دورت با مران با... تا حالا کچی رو اینجوری نده بودم. هم بیتش رو دوست دارم، فازی که گرفته رو خیلی دوست دارم و دمش گرم که یه همچین لیریکی اومده و این سمتی نوشته. خیلی روش داشته تو لیریکا. معمولا کارهایی که از کچی گوش کردم فان بوده و لیریکای فان اینجوری که البته دوست داشتم همیشه من؟ همیشه دوست داشتم ولی این کار متفاوته و اصلا اون چیزی که انتظار داشتم من نیست. من نشیدم تا حالا کار اینطوری ازش. خیلی متفاوته ولی تا اینجاش خیلی دوست داشتم. وقتی دست داد باد دیگه حرفش عوض نشه بهت فن نزنه با این که دستتم بلد خالیه ولی اون حسابه رو بحثشم نکرده باد تا الان کیو داری دورت با مران با خندهات بوده تا ازاد یا عمل کرد بی کاغذا قلوش هیچ وقت نشد برعکس در بیان عذاب یا عمل کرد بی کاغذا یعنی بدن که زیرمیزی پول بهش بدی حال مالی بهش بدی به حرفاش عمل کرد. تو داشته آفرین، خیلی خوب بود. عمل کرد بی کاغذا قلوش هیچ وقت نشد برعکس در بیان عذاب یا سلامتی گنگ بای بایی، گنگ توی واسه دادی پا باورات حتی اگه خایری. گنگ توی آجی، گنگ یعنی وایی، یعنی وایی سلامتی گنگ بای بایی، گنگ توی واسه دادی پا باورات حتی اگه خایری. گنگ توی آجی، گنگ یعنی وایی، یعنی وایی. اینجاشو که میگه گنگ یعنی واقعیشو خیلی دوست دارم. اصلا اکثرا که میان تو رپ راجب گنگ و اینو میخونن هم فاز مثلا گنگستا و اینا میگیرن و معمولا هم که دیگه همه میدونین دیگه اکثرشون، نمیگم همهشون، فیکن، یعنی در واقع شوه. به دلم خیلی نشستش لیریکش. البته همیشه من بیت سازی کچ رو همیشه آره گفتم دوست دارم. اسم ترک رو که وقتی میخونی گنگ، بعد خب با توجه به کارهایی هم که کچ منتظری دقیقا اون یه چیز دیگه ببینی، ولی واقعا یه سورپرایز خفن میکنه که داره. چقدر میتونه یه ترکی بده که یه لیریکی بده که اینقدر تاثیر خوب بذاره. و اینکه من این میگم یه قسمت چه خیلی دوست دارم که گنگ یعنی واقعی. کلا اول که اینکه رفیق خفن رو توصیف کرد که گنگ بهش میگه، حالا ما قدیم گفتیم لوتیه یارو، حالا مثلا اینا میگه گنگ. درست، گنگش بالاست، رفیقی که همه جوره پشتت. این قشنگ پله پله عمل توصیف کرد. بعد آخرش میگه گنگ یعنی واقعی، واقعا آدمی که یعنی شخصی که خودشه، تظاهر به چیزی نمیکنه، با خودش خودش بودم چه خوب چه بد حال میکنه، آقا واقعا گنگ دیگه. به نظر من هر چی واقعی تر گنگ تر. دمشقی هم دوست داشتم، حال کردم با ترکش. اول یه چیزی من سری کلی بخوام بگم، بیت و حال و هوای آهنگ خیلی به لیریک میومد. آره. یعنی انگار که یه جوری درد و دل داشت میکرد با رفیقاش و اینا و یه سری حرف که این روزا شاید
همیشه خیلی کمتر میزنن چون فکر میکنن هیت نشه و اینا رو اومده و تو این قالب گوشته و کلن قالب کار خیلی دوست داشتم، نشسته بود بهش. و اینکه کچی بیسی همچین لیریک استفاده میکنه که اینقدر دلیه به نظر من، به دل من خیلی میشینه. من بیتاشو دوست داشتم، کارهایی هم که یه مقدار فانتر بود مثل دردسر و بقیه کارها رو، حالا دادا اینا هم دوست داشتم بیشتر، حالا شاید این ونور تو پارتینه گوش بکنم، ولی این خیلی به دلم نشست. پرچمش واقعا بالا، محتوا قالب رو خیلی دوست داشتم. دوست داشتم، میگم اصلا توقعی همچین ترکی نداشتم ازش اصلا. من فکرم و دمش کم که چقدر نشون داد که این سبک اینجوری این فازم میتونه بخونه و چقدر خوبم میتونه بخونه. من خیلی حال کردم، امیدوارم که بازم این کارو بکنه که خیلی خوب تو این فاز بره، خیلی باحاله. من که حال کردم، امیدوارم شما هم حال کرده باشین. حتما حتما برین تو لینکی که تو دیسکریپشن گذاشتیم خود موزیک اصلی رو گوش کنین، حتما از و حال کنین باهاش کلی، از اسپاتیفای یوتیوب قشنگ گوش کنید. و یه نکته دیگه هم تو ذهن ببین، خیلی جنگ میتونه این باشه دیگه، اصلا حتما نباید جنگ، حتما به این نیست که بکشی اصلا. آره، یا اینکه مثلا صدا تو عوض کنی و مثلا تو ویدیو بیای پول بریزی اینا، اونم یه نوعیه، ولی ما اون شوه دیگه. راست میگه، جنگ واقعی نه، مرام جنگ بودن با اون فرق. اونو یه بچه 7-8 سال 10 سال هم تون اصلاحی دستش بگیری کار کن، با صدا عوض کردن و با نشستن و با شعار دادن اینا کسی جنگ نمیشه، با ماسک زدن کسی جنگ نمیشه، جنگ نمیشه. نه، اونا فاز خودشه، داستان چیزی که من نظرم آره. به نظر آقای خشایار خیلی نزدیکه تو این قصه. به نظر من این عکسی که گذاشته روی ترکشم، برای کاور ترکشم، دقیقا همینو داره میگه که آقا این نیست، این ماسک و این اصلاً گنگ بازی نیست، سرش اینجا این چیزی که اینجاست گنگ بازی، دقیقا به این اشاره. هم حالت اصله است که اون جنگه که تو ذهن، هم اون که نیست. این هم داره میگه یکم فکر کنی میگه آقا اینه. آره، گنگ بودن به رفتارت نیست، گنگ بودن به اون چیزی که تو ذهن بیزاره. کلا بودم یه آهنگ، دم خشیگی واقعا من حال کردم، دوست داشتم کارش. امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه، هم از کار خشایار هم از ویدیو ما. حتما لایک کنین اگه دوست داشتین این ویدیو رو، و یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو حتما بزنین که نوتیفیکیشن ویدیوهای جدیدمون براتون بیادش. تو کلی فضای مجازی با هشتگ مدپیس ما رو پیدا کنی. باز با این حال آدرس فیسبوک، تویتر و اینستاگرام اون این پایین میذارم، اگر دوست داشتید اونجا ما رو فالو داشته باشین. فکر کنم دیگه حرف خاصی نداریم. دمتون گرم تا آخر ویدیو با ما باشی بودین باش بوده باده باشی و هر جا هستین کلی حال کنین و بهتون خوش بگذره. روز و شب لاکچری رو من و آنایتا براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.